واژه توربان که برای عمامه و دستار در بیشتر زبان‌های دنیا به کار گرفته می‌شود، در واقع از واژه فارسی دلبند برگرفته شده است. تاریخچه این پوشش شرقی به زمان پیش از اسلام برمی‌گردد. تمدن‌هایی چون هند باستان، میانرودان، سومری و بابلی‌ها از توربان استفاده می‌کردند. نظامیان و سیویل‌های بیزانسی هم نوعی توربان به نام فکیلس می‌پوشیدند. امروزه توربان در بسیاری از فرهنگ‌ها برای محافظت از گرما و غبار استفاده می‌شود. در دیگر فرهنگ‌ها با اهمیت سیاسی یا مذهبی همراه است و یا بخشی از لباس‌های محلی می‌باشد. در ایران توربان به تدریج در طول قرن نهم میلادی در دوران عباسیان تکامل یافت. مشکی رنگ رسمی عباسیان بوده و از این رو بیشتر از توربان‌های مشکی استفاده می‌شد. در اوایل قرن 13 میلادی زمان حکومت مغول‌ها، توربان‌ها معمولاً به رنگ سفید و گاه دارای نوارهای رنگی بودند. این توربان‌های کوچک توسط گروه خاصی از مردم مانند روحانیون، وزرا، سایر مقامات و کارمندان دولتی پوشیده می‌شد. استفاده از توربان در دوره صفویه در ایران به اوج محبوبیت رسید و در میان اقشار گسترده مردم رواج یافت و توربان به پوشش اصلی مردان تبدیل شد و اهمیت مذهبی واضحی به خود گرفت، به طوری که شاه اسماعیل صفوی توربانی معروف به نام تاج حیدری طراحی کرد. این سرپوش دارای 12 بارش بود، نماد 12 امام شیعه. بیشتر توربان‌های دوران صفوی به رنگ سفید بودند، اما توربان‌های قرمز، آبی و زرد هم پوشیده می‌شد. افراد وابسته به خاندان پیامبر توربان سبز بر سر می‌کردند. از سال 1795 میلادی تا اوایل قرن 20 زمان تغییر مد در اروپا و البته ایران بود. در ایران توربان کم کم از مد افتاد و جزئی از لباس روحانیت باقی ماند که هنوز هم منحصر به این گروه می‌باشد. مد توربان برای بانوان به قرن 18 برمی‌گردد. در دهه 1910 به عنوان نمادی از زرق و برق شرقی محبوب شد که دلیل آن معرفی لباس حرمسرا توسط پل پاغه بود و این زرق و برق شرقی در دهه 40 بین ستاره‌های هالیوودی و در دهه 60 و 70 میلادی در دربارهای کشورهای دنیا به اوج محبوبیت رسید. در سالهای اخیر توربان محبوبیت دوباره بین بانوان پیدا کرده است و حتی در سالن‌های زیبایی هم اصوله به شکل توربان استفاده می‌کنند.